دسانتر. در ویدیو قبلی با فعل دسانتر در زمان حال یا پرزان آشنا شدیم. گفتیم که مهمترین معنی این فعل پایین آمدن یا پایین رفتن و همچنین پیاده شدن هست و معنی مهم دیگری که داره پایین آوردن هست یا پیاده کردن هست. مثلا پایین آوردن یک چمدان از روی ماشین، یا به صورت کلی پایین آوردن چیزی از یک بلندی به سطح زمین. و اما در این ویدیو، با صرف این فعل در زمان پس کمپوزه آشنا خواهیم شد. و اما یک نکته خیلی مهم در مورد فعل دسانتر وجود داره و اون اینه که این فعل در زمان گذشته و به خصوص در زمان پس کمپوزه به دو صورت مختلف صرف میشه. همونطور که میدونیم کلن فعلها رو ما در زمان گذشته یا با فعل اووخ گذشته میکنیم یا با فعل اتر. اما یک سری از افعال مثل فعل دسانتر وجود دارند که هم با اتر گذشته میشند و هم با اووخ. و اما ما باید چطور تشخیص بدیم؟ ببینید دوستان، خیلی نکته یه تقریبا میتونم بگم که ساده ای هستش. اگر در جمله شما مفعول وجود داشت و مفعول شما یک مفعول مستقیم بود، اون وقت این فعل با فعل اووخ گذشته میشه. مثلا برای جو میگید جه دساندو، دیگه نمیگیم جو سوی دساندو. خب ما هم مفعول مستقیم داریم در گرامر، هم مفعول غیر مستقیم. یعنی مفعول غیر مستقیم همیشه با حروف اضافه میان. پس اگر مفعولی داشتیم که حرف اضافه مثلا دو، ا، پخ و خیلی از حروف اضافه دیگه همراهش نبود، اون مفعول مفعول مستقیم هست و در اینجا ما با خیال راحت فعل رو با اووخ گذشته میکنیم. پس اگر در جمله مفعول مستقیم داشتیم با فعل اووخ گذشته میکنیم و اگر در جمله مفعول غیر مستقیم داشتیم با اتخ گذشته میکنیم. و همچنین در جملاتی که اصلا مفعول هم نداریم، در این حالت هم با ادخ گذشته میکنیم. پس حتما به این نکته مهم توجه کنید. به این جمله دقت کنید. Je descends mon valise. در این جمله mon valise یا همون valise مفعول مستقیم ما هست. پس در این جمله وقتی که ما اینو بخوایم گذشتش کنیم، میگیم Je descends du مون ولیز. حالا به این یکی جمله توجه کنید. Je descends à la cave. ببینید la cave مفعول غیر مستقیم ما هست. در اینجا میبینیم یک حرف اضافه ا رو داریم و این نشون میده که مفعول ما غیر مستقیم هست. پس این جمله رو وقتی که بخوایم به صورت گذشته در بیاریم، اینجا نمیگیم Je descends du، میگیم Je suis descendu à la cave. به مثال آخر هم توجه کنید. Je descends. ببینید در این جمله ما مفعول نداریم، چه مفعول مستقیم چه مفعول غیر مستقیم. وقتی اینو تبدیل به گذشته میخوایمش کنیم، در اینجا هم با فعل اتخ انجام میشه. نمیگیم Je descends، میگیم Je suis descendu. خب دوستان، اینم از نکات مربوط به فعل descendre. پس طبق معمول در ابتدا توجه میکنیم به صرف فعل. فقط یک نکته هست که در این ویدیو در صرف فعل من معنی های فارسیشو نیاوردم، چون تقریبا یکم گمراه کننده میشه در این حالت. فقط تلفظا رو داریم و صرف فعل رو، و در ادامه چندین مثال مختلف رو با فعل دسانتر در زمان پس کمپوزه با هم خواهیم دید. پس ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. J'ai descendu. J'ai descendu. Tu as descendu. Tu as descendu. Il a descendu. Il a descendu.
Elle a descendu. Elle a descendu. On a descendu. On a descendu. Nous avons descendu. Nous avons descendu. Vous avez descendu. Vous avez descendu. Ils ont descendu. Ils ont descendu. Elles ont descendu. Elles ont descendu. Je suis descendu. Je suis descendu. Tu es descendu. Tu es descendu. Il est descendu. Il est descendu. Elle est descendue. Elle est descendue. On est descendu. On est descendu. Nous sommes descendus. Nous sommes descendus. Vous êtes descendus. Vous êtes descendus. Ils sont descendus. Ils sont descendus. Elles sont descendues. Elles sont descendues. بچه ها فقط دقت کنید، وقتی که فعلی رو با فعل اتر گذشته می کنیم حتما بایستی فاعل با فعل مطابقت داده بشه. یعنی اگر شما آقا هستید در آخر فعل او اضافه نمی کنیم، ولی اگر خانم هستید حتما در آخر فعل او اضافه کنید. مثلا زمانی که می خواید بگید Je suis descendu، اگر که خانم بودید آخر دساندو یک حرف او اضافه کنید و همچنین در حالت جمع حتما در آخر اس رو اضافه کنید. ببینید مثلا برای مثال ووزت دساندو، این اگر برای یک نفر استفاده شده باشه ببینید که من هم او رو داخل پرانتز گذاشتم هم اس رو. وقتی که ما محترمانه با کسی صحبت میکنیم میگیم ووزت، پس در این حالت نه او نیاز داریم اضافه کنیم نه اس. البته اگر طرف ما خانم باشه باید یک او آخرش اضافه کنیم. اگر که آقا بود نه او اضافه میشه نه اس. ولی اگر یک جمع بود ما حتما باید اس رو اضافه کنیم، یا اگر جمعی از خانم ها بودند ما باید او و اس رو حتما اضافه کنیم. Je suis descendu par les escaliers. Je suis descendu par les escaliers. Az pelleha payin omadam. Az tariq pelleha payin omadam. Je suis descendu au premier étage. Je suis descendu au premier étage. به طبقه اول رفتم. یعنی رفتم پایین در طبقه اول.
Elle est descendue d'un arbre. Elle est descendue d'un arbre. او از یک درخت پایین آمد. Je suis descendu de voiture. Je suis descendu de voiture. از ماشین پیاده شدم. Mon père est descendu de l'avion. Mon père est descendu de l'avion. Pedaram az havopeyma piyade shod. J'ai descendu la valise. J'ai descendu la valise. Chamedan ra payin avardam. Il a descendu le colis. Il a descendu le colis. O baste ra payin avard. O baste posti ra payin avard. Je suis descendu. Je suis descendu. Poin raftam. Poin umadam. J'ai descendu. Tu as descendu. Il a descendu. Elle a descendu. On a descendu. Nous avons descendu. Vous avez descendu. Ils ont descendu. Elles ont descendu. Je suis descendu. Tu es descendu. Il est descendu. Elle est descendue. On est descendu. Nous sommes descendus. Vous êtes descendus. Ils sont descendus. Elles sont descendues. خب دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. شما رو خواهم دید در ویدیوهای بعدی.